کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. جهان نگری کارل گوستاف یونگ، مترجم و گردآورنده جلال ستاری. جهان نگری یونگ بر اساس مقالات و گفته های پروفسور کارل گوستاف یونگ، روانشناس قرن 19 و دانش آموخته و همکار پروفسور زیگموند فروید می باشد. صفحه 139. کلیساها ایمانی سنتی و همگانی موعظه و تعلیم می کنند که برای بسیاری از پیروانشان به هیچ وجه بر تجربه باطنی و شخصی استوار نیست، بلکه منحصراً بر معتقداتی نیندیشیده مبتنی است که چنان که می دانیم به محض آنکه عنان فکر را رها می سازیم تا بازیگوشی آغاز کند به سهولت بسیار زائل می شوند. در واقع برخوردی میان فهوای اعتقاد و دانش روی می دهد و ضمن آن معلوم می گردد که غیر عقلانی بودن اعتقاد دیگر قادر به پایداری در برابر عقلانیت دانش نیست. علتش این است که ایمان محصولی جایگزین نیست که بتواند فقد محصول اصلی یعنی تجربه باطنی را به نحوی معتبر و مکفی جبران کند. اگر تجربه باطنی نباشد، استوارترین اعتقاد نیست که همچون موهبتی از راه لطف و تفضل به صورتی شگرف به کسی اعطا شده، ممکن است ایزن به نحوی شگرف ناپدید گردد. علل عموم اعتقاد پدیده ای ثانوی است که بر داده ای اولیه مبتنی است، یعنی تجربه و ادراک چیزی که منقلبمان کرده و به ما پیستیس، در این متن پیستیس به معنای کشف و وحی است. این واژه یونانی در کلیسای مسیحی شرق برای افاده مفهوم ایمان به کار می رود، یعنی ایمانی الهام بخشیده که لامحاله بر آدمی الزام می شود. این تجربه محتوای راستینی دارد که البته ممکن است بر وفق چشمانداز آموزه فرق مذهبی تعبیر گردد و به نسبتی که این امکان شرح و تفسیر در فرق و ملل مختلف بیشتر شود، امکانات بروز نزاع میان اعتقاد و علم و دانش فزونی می‌یابد، گرچه آن نزاع فی نفسه بی‌معنی است و مورد ندارد، زیرا بینش فرق مذهبی بس کهن و حاوی رمز پردازی شگفتی است که اساطیر در آینه آن رموز انعکاس یافته است. این رمز پردازی اگر به معنای تحت لفظی تعبیر و تفسیر گردد، لامحاله با معرفت عقلانی در ستیز و آویز می شود.
فیلمثل اگر رستاخیز مسیح را به معنای تحت اللفظی فهم نکنیم، بلکه به شیوهی نمادی دریابیم، ممکن است به انواع مختلف چنان تعبیر شود که دیگر با مرتبه خرد در نزاع و کشمکش نیفتد، بیان که چنین تعبیر و تفسیری به زبان معنایی باشد که مورد نظر است و رستاخیز می‌خواهد همان را بیان کند. این ایراد که دریافت نمادین امید مسیحی به حیات پس از مرگ را زائل می سازد قابل قبول نیست، بدین دلیل که اعتقاد به زندگانی پس از مرگ بسی پیش از مسیحیت وجود داشته و در آن دوران برای پیدایی و پایندگی نیازمند ضمانت معجزه عید فصح نبوده است. خطری که امروزه وجود دارد از هر زمان قطعی تر است و آن این که آموزه کلیسا به اندازه ای از اساطیری که کلمه به کلمه یعنی تحت لفظی فهم می شود. این ملاحظه یونگ به نظر ما اساسی است، چنان می نماید که مفسران تفسیر لفظ به لفظ را مبنای استوار و مطمئنی می دانند. اما اگر بپذیریم که مسیح به زبان تمثیل و به شیوهی رمزی سخن گفته و چگونه میتوان چنین واقعیتی را قبول نداشت، پس باید اذعان داشت که تفسیر تحت اللفظی به رغم وثوق دروغینی که ظاهراً برای اذهان نازل و حقیر فراهم می‌آورد، راه ظهور خطرناکترین سوء تفاهم‌ها را نیز هموار می‌کند. فراهم آمده که مؤمنان بیش از پیش دست گریبان این وسوسه اند که روزنه های ذهنشان را بر آن ببندند، یعنی از پذیرفتنش کاملا اجتناب ورزند. آیا زمان آن فرا نرسیده که مضامین اساطیری مسیحیت را در چشم اندازی رمزی بنگریم به جای آن که بکوشیم دیدگاه رمزی را کور کنیم؟ امروزه گمان نمیبریم که استشعار عموم به توازی و تشابه قهری میان دین کلیسایی و دین مارکسیستی دولت چه عواقبی خواهد داشت. استبداد و خودرأیی مدینه الهی که در انسانها حلول میکند، بدبختانه با دولت که سردمداران جبهه مقابل میستایندش شباهت بسیار دارد و استنتاجات اخلاقی از سندیت کلیسا بدین تقریر که برای حصول مقصود هر وسیله خوب است، به طرزی بس خطرناک پیش درآمد دروغ زنی به عنوان ابزار سیاست عالیه می شود. توقع در هر دو سو تبعیت کامل از ایمان است. بدین گونه فرد از آزادیش در برابر خداوند به دست یک دسته و نیز در برابر دولت به دست دسته دیگر محروم می ماند و در هر دو مورد گورش را می کنند. بدین سان شیوه های مختلف و بس شکننده زندگی تنها موجود ذی‌حیات که بر ما شناخته است، یعنی فرد، در هر دو مورد معروض خطر قرار می گیرد، هرچند نامش را در جدول منتظران زندگانی آرمانی، معنوی یا مادی ثبت کنند. چند تن از افراد قادرند بر وفق این کلام حکیمانه عمل کنند که از فربه غیر لاغر تو بهتر، یا سیدی نقد به از حلوای نسیه. به همه این عوامل آنچنان که پیشتر اشارت رفت عنصر محلل و کاهندهی افزوده می شود که اندیشه غربی به طور کلی با بینشی که از امور دارد و همانند فلسفه دولت پرستی در حکومتهای شرقی است آن را می پسندد. بینشی که روالی علمی دارد و از عصر روشنگری اقتباس شده و گرایشش به هم ثبت کردن و ایجاد موازنه از راه آمار و غایت مادیگرایی شاخص و ممتاز است. بنابراین غرب در بطن انشقاق سیاسی و فرقه‌گرایی مذهبیش چه دارد که به فرد در اسرت و درماندگی تقدیم کند؟ بدبختانه نه چیز قابلی، مگر انبوهی کوره راه که در نهایت همه به یک هدف که با آرمان مارکسیستی ابدا تفاوت ندارند می انجامند. برای درک این مذهب که مرام کمونیستی از کجا این وثوق را در یقین خیش به دست آورده که زمان به سودش پیش می رود و جهان برای گروش به کمونیسم پخته و آماده است، نیازی به تلاش و تقلای عظیم فکری نیست. واقعیات از این لحاظ به زبانی روشن و گویا سخن می گویند. اینک غرب شتر مرغوار رفتار کند و از مشاهده آسیب پذیریش امتناع ورزد، هیچ فایده ندارد.
هر کس که بنا به تربیتش خو کرده باشد که به طور مطلق تابع اعتقادی جمعی گردد و بدین گونه از حق جاودانه برخورداری از آزادی و نیز از وظیفه جاودانه مسئولیت فردیش بی نصیب ماند و چشم بپوشد در ادامه راه خیش و پایبند به عاداتش که دیگر طبیعتی ثانوی شده با همان ایمان و فقدان روح انتقادی در راه قاطعانه متضاد گام خواهد نهاد. اگر ایدئالیسم دروغین وی در حق معتقداتش عذر و بهانه دیگر و دستمایی بهتر و ملموستر بیابد. همچنان که اخیراً شاهد بودیم چه شد قومی اروپایی که به داشتن فرهنگی والا شهره بود. به مردم آلمان ایراد می کنند که آن واقعه را فراموش کردند. بیگمان این ملامت بیپایه نیست، اما متاسفانه مانع از آن هم نیست که وقوع حوادث مشابهی در جای دیگر امکان یابد. اگر چنین شود، یعنی اگر معاینه ببینیم که ملتی متمدن مبتلا به مرضی واگیر شده که اعتقادی وجدانی و یک جانبه آن را منتشر ساخته است، موجبی ندارد که رمیده و شگفت زده شویم. اجازه می خواهم که پرسشی بکنم، کدامند کشورهایی که بزرگترین احزاب کمونیست را دارند؟ چنین می نماید که ممالک متحده که شگفتا چه دگرگونی و تغییر حالی، به تنهایی ستون فقرات اروپایی غربی است، ظاهراً به یمن پادزهری که صراحتاً و قاطعانه پذیرفته و به کار بسته از مسئولیت بهره‌مند است. اما تحقیقاً ممالک متحده نظر به آنکه آموزش و پرورش در آن سرزمین اساساً تحت تأثیر بینشی ناشی از امور علمی و حقایق آماری است و جماعاتش به علت ناهمگونی برای استقرار در سرزمینی فاقد زمینه تاریخی مشکلاتی دارند، شاید بیش از اروپا آسیب پذیر باشد. پرورش انسان دوستانه با پشتوانه فرهنگ یونان و روم و عصر رنسانس و تاریخی که تحقیقاً در این مقتضیات به غایت ضرور و لازم است، در ممالک متحده به هیچ وجه شکوفا نمی شود و در حاشیه می ماند، اما برعکس در اروپا بسیار گسترش یافته است. منتها بدبختانه اروپا آن را ناروا به زیان خیش به کار می گیرد، به صورت خودپسندی ملی منشانه و تشکیک بازدارنده و دست و پاگیر. دو جناحی که جهان را بین خود قسمت کرده اند، هر دو غایت مادیگرانه و اشتراکی مشترک دارند و هر دو فاقد چیزی هستند که بیانگر کلیت آدمی است و وی را می رهاند، ارتعا می بخشد، می سازد، به اهتزاز در می آورد، حساس می کند. یعنی در یک کلام وجود فرد آدمی را همچون معیار و واقعیت و توجیه حقانیت در مرکز جهان بر کرسی می نشاند. اما برای پذیرش این اندیشه ساده تا کنون همه جا امتناع و تردیدهای بس شدیدی مشاهده می شود و تقریباً به ضرس قاطع می توان گفت که تنها یقین واقعی که علل عموم و بی کم و کاست پذیرفته شده تنزل ارزش فرد در قبال انبوه مردم است. البته می گویند که دنیای جدید زین پس جهان بشریت خواهد بود و بشر بر آسمان و دریا و خشکی چیره شده و سرنوشت تاریخی اقوام بسته به تصمیم و اراده اوست. افسوس که این تصویر غرورآفرین عظمت انسان شبهه و پنداری بیش نیست و واقعیت که پاک متفاوت است آن را تعدیل می کند. واقعیت این است که انسان برده و قربانی ماشین هایی است که برای او به تسخیر مکان و زمان می پردازند. قدرت‌های فنون جنگیش که می‌بایست وسیله حفاظت و ایمنی هستی مادیش باشند به حد اعلی بر وی ستم می‌رانند و بیمش می‌دهند. آزادی معنوی و اخلاقیش در بخشی از جهان تا آنجا که ممکن است ضمانت شده، اما به موازات آن گمراهی مخشوشی تهدیدش می‌کند، حالان که در بخش دیگر جهان آن آزادی از بین رفته و حتی ذکرش نیز به میان نمی‌آید. سرانجام انسان که دعوی دارد سرور عناصر و در هر تصمیمش مختار است، در باب خود مفاهیم و بینش‌هایی پرداخته و با ستایش بیان داشته که حیثیت هستیش را به بی‌حیثیتی و استقلالش را به سخن هزل شومناکی مسخ کرده است. همه فتوحات و مال و منال انسان وی را بزرگ نمی‌کنند، بلکه برخلاف آنچه منطقی و متعارف می‌نماید، موجب کوچکی و حقارتش می‌شوند.
سرنوشت کارگر تابع حکم تقسیم عادلانه ثروت نمایان‌ترین دلیل آن است. مزدی که برای سهیم شدن در کارخانه می‌پردازد بی‌خویشتنی و از دست دادن مالکیت وجود خویش است. آزادیش در عمل را با اسارت در محل کار مبادله کرده است و اگر به کار زنجیری طاقت فرسایی که استثمارش می‌کند تن در ندهد، هر گونه وسیله بهبود وضع و موقعش را از دست می‌دهد. و اگر مطالبات و توقعاتی انسانی یا معنوی که از آن چارچوب سرریز می شوند به زبان آورد، جوابی که به خوردش می دهند مواعظ سیاسی است که احتمالاً بعضی آگاهی های فنی و حرفه‌ای نیز چاشنیش کردند. بیگمان داشتن سرپناهی و خوراک روزانه درخور وقتی که حداقل مورد نیاز برای ادامه حیات هر لحظه ممکن است از وی باز پس گرفته شود، جزئیات به اهمیتی نیست. غرب، شرق و معنای آنها، صفحه 146. وجدان و شعوری کامل و والا مقتضی نوعی جهان نگری است و هر گونه شعور به علل و نیات جهان نگری در نطفه است و هر قسم افزایش معرفت و تجربه گامی دیگری است که آن جهان نگری در راه پیشرفت بر می دارد. انسان متفکر در این حال که بینشی از جهان می پردازد خود را نیز دگرگون می سازد. انسانی که می پندارد خورشید به دور زمین می چرخد با انسانی که زمین را سیاره خورشید می داند تفاوت دارد. بی سبب نیست که نظر جوردانو برونو، فیلسوف ایتالیایی که به اتهام الحاد زنده سوز شد 1548 تا 1600 میلادی، در باب بی نهایت یکی از مهمترین مبادی پیشرفت اندیشه جدید است. انسانی که معتقد است کیهان از طاق آسمان هفتم جایگاه خدایان آویخته است با انسانی که نظر کپلر روحش را روشن و تابناک ساخته همانند نیست. آنکه هنوز تردید دارد که حاصل ضرب دو در دو چه میتواند بود، غیر از انسانی است که به زعمش هیچ چیز مطمئن‌تر از حقایق ریاضیات نیست. به بیان دیگر، اینکه آدمی جهان نگری داشته باشد یا نه و نیز چگونگی آن جهان نگری امری عمده و حائز اهمیت است، زیرا ما نه تنها بدین طریق تصویری از جهان رقم میزنیم، بلکه متعاقباً آن تصویر کیهان به نوبه خود ما را دگرگون میسازد. هیچ علمی هرگز جهان نگری نیست، بلکه وسیله و ابزار آن است. آیا کسی آن وسیله و ابزار را فراچنگ خواهد آورد یا نه؟ پاسخ به این پرسش موقوف جواب به سؤال دیگری است و آن اینکه آن انسان مورد بحث خود چه جهان نگری دارد، زیرا همه مردم برخوردار از نوعی جهان نگری اند و در نهایت آدمی دست کم صاحب جهان نگری است که تربیت و محیط بر وی الزام کرده است. مثلا اگر این جهان نگری بگوید برترین سعادت برای فرزندان زمین شخصیت است، همگی بی تردید و تأمل و از سر اطاعت و فرمانبرداری به علم و نتایجش تمسک می جویند تا جهان نگری بسازند و خود را نیز. اما اگر یقین و معتقدات قلبی موروثی تعلیم دهد که علم وسیله نیست بلکه فی نفس آرمان و هدف است، مردم از دستور یا شعاری پیروی خواهند کرد که از 150 سال پیش تنها دستور و شعائر معتبر تلقی شده و در عمل تقدم و رجحان یافته است. بعضی که تنها مانده اند نومیدانه با این نحوه نگرش مخالفت ورزیدند. نظری که آنان درباره کمال و معنای زندگی داشتند ناظر به کمال شخصیت انسانی بود، نه متوجه کثرت وسایل فنی که به ممتاز گشتن یک جانبه گرایش یگانه ای فی المثل میل دانایی می انجامد. اگر علم فی نفس هدف است، انسان تنها علت وجودی آن را داراست که همان قوه عاقله است. اگر هدف هنر در خود هنر مستتر است، پس قدرت تصویرسازی و نمایش تنها ارزش انسانی محسوب می شود و بنابراین قوه عاقله را کنار باید گذاشت. اگر مالندوزی خود آرمان باشد، علم و هنر باید دکانشان را تخته کنند. هیچ کس انکار نمی تواند کرد که وجدان جدید تقریبا به طرز یأس انگیزی میان این غایات به ذات پاره پاره شده است و بدین گونه انسان ها فقط صفات و
کیفیات منحصر و اختصاصی را پرورش می دهند، یعنی خود به وسیله و ابزار تبدیل می شوند. قوه عاقله به تنهایی هرگز قادر نیست که کلیت روان را دریابد و درک کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، سر و کارمان با مفاهیمی است که از اشیا در ذهن داریم و روان ما که مشتاق بیانی است تا جهان شمولی وی را منظور بدارد، همه آن مفاهیم را کاملا شامل می شود. عقل کارویژه روانی از جمله کارویژه های اساسی روان است و بنابراین برای آن که تصویری کامل از جهان عرضه بدارد رسایی و کفایت ندارد. باید بر آن دست کم احساس را افزود، و اما احساس غالبا متضمن معتقداتی یقینی غیر از باورهای عقل است و همواره اثبات اینکه آن معتقدات فروتر از باورهای عقل است ممکن نیست. باز باید بر سر ترسی که ما مغرب زمینیان از آن جانب عالم ماوراء جهان غیب داریم درنگ و تأمل کنیم، و در واقع لازم است با قطع نظر از این که آن ترس واقعیتی حی و حاضر است از آن داشته باشیم که ترس مزبور بی‌پایه و اساس هم نیست. ما در فهم ترس کودک یا آدم بدوی از اسرار جهان پهناور هیچ مشکلی نداریم، و تحقیقاً در سراشیب درون وجودمان که هنوز به کودکی در مرحله تلجلوج کلام ماننده ایم دوچار همان ترس می شویم. بدین گونه آن تشویش از دیگر سو را همچون هیجان و عاطفه ای ابتدایی احساس می کنیم و گمان نمی بریم که آن تشویش و دلواپسی ترس از جهانی است که برای ما نامرئی است. درباره این جهان غیب حد اکثر پیش‌داوری‌های نظری ساده می‌کنیم و یا از آن تصوراتی خرافی داریم. حقیقتاً وضع و موقعیتمان دلپسند و خواستنی نیست، زیرا در برابر بعضی اشخاص فرهیخته نیز حتی نمی‌توانیم لغت ناخودآگاهی را به زبان آوریم، بیان که بیدرنگ به تبعیت از مذهب اسرار و معرفت سری محکوممان کنند. پس باید اقرار کرد که ترس از آن جانب به میزانی که بینش عقلانی ما از امور با همه اطمینان‌های اخلاقی و علمیش که مردم با شور و حدت بسیار بدان چنگ می‌زنند و تمسک می‌جویند، تحقیقاً بدین علت که محل تردیدند زیر ضربات داده‌هایی که از آن سو فرود می‌آیند متزلزل می‌شود موجه است. به نخستین نگاه پذیرش این امر که کارمایه، انرژی و علاقه و رغبتی که وقف علم می کنیم به دست انسان دوره های گذشته صرف اساطیر می شده چندان مقرون به حقیقت و ثواب نمی نماید. اما این واقعیت مبین تحول مستمر و شگفت انگیز اساطیر در دوران شکوفایی فرهنگ یونان است و نیز منشأ بسی تغییرات و دگرگونی های نمایان و تجدید گروه بندی های التقاطی به صورتی آشفته و بی نظم و سرگیری دائم آنها. فی‌الواقع در اینجا با جهان تخیلات که از منبعی درونی می‌چراوند و اشکال بیشمار گوناگون به خود می‌گیرند و هر دم تجدید می‌شوند و گاه برجسته و تجسمی‌اند و گاه مبهم و تار و همواره بی‌اعتنا به قوانین حاکم بر توده اشیا، در واقعیت جهان خارج سر و کار داریم. ذهن انسان در دوران باستان به علت فعالیت تخیلی محض وی کانونی آرمانی برای آفرینندگی هنری بود. چنین می نماید که نکوشیده تا به طریق عینی و دقیق و صحیح چگونگی واقعیت را دریابد، بلکه اهتمام داشته تا آن جهان واقعیات را به طریق هنری و جمال شناختی با تخیلات و امیدهای ذهنی سازگار سازد. معدودی از انسان‌های دوران عتیق دچار دلسردی و سرخوردگی شدند که بشریت جدید با شناخت نظریه جوردان و برونو دایر به بی‌نهایت بودن کیهان و کشفیات کپلر یافت. برای مردمان ساده دل دوران باستان، خورشید پدر قدرتمند آسمان و جهان و ماه مادر مهربان زاینده محسوب می‌شود. هر چیز فرشته خاص خود داشت، یعنی بهره‌مند از جان و حیات مانند انسان یا شبیه برادر حیوان وی بود. همه چیز را به صورت انسان نما و حیوان نما به اشکال انسانی یا حیوانی نمایش می دادن. حتی قرص خورشید دو بال و چهار پا داشت تا گردشش به نحوی محسوس مجسم شود. بدین گونه تصویری از جهان بسی دور از واقعیت ولی در توافق کامل با تخیلات و توهمات ذهنی نقش بست.
فروید ویرانکاری بزرگ بود، اما با پایان یافتن قرن و در آستانه قرن جدید آنقدر فرصت و مجال ویرانسازی به دست آمد که حتی نیچه نیز برای آن کار کفایت نمی کرد. فروید به ویرانسازی آنچه باقی مانده بود پرداخت و آن کار را به نحو کامل انجام داد. وی بدگمانی سلامت بخشی در اذهان برانگیخت و بدین گونه به طور غیر مستقیم معنای ارزش‌های حقیقی را استحکام بخشید و قسمت اعظم سرگیجه انسان نکوکار صالح که اذهان را تیره و تار ساخته بود، حالان که دیگر آن اذهان قادر به درک گناه آغازین نبودند، به دست فروید زائل و درمان گردید و امیدواریم که بربریت قرن بیستم باقی مانده آن را نیز به طور قطع از میان بردارد. من برانم که تاریخ قادر به انجام دادن هر چیزی است و بلاهتی نیست که از آن سر نزده باشد و اگر میتوان کاری را با مرارت کمتر انجام داد، آنان که کار را بر خود سخت و دشوار میکنند جزء همقا محسوب میشوند. طی 150 سال اخیر ما بی نشای عدیده‌ای از امور جهان شناختیم و همین دال بر بی‌اعتباری آنهاست، زیرا هرچه درمان بیماری دشوارتر باشد داروهای بیشتری برای مداوای آن در دست است و هرچه داروها بیشتر شوند هر یک از آنها بیشتر مظنون و مشکوک است. پایان قرن 19 برای ما آنقدر مواضع تردیدآمیز به میراث گذاشت که تردید نه تنها ممکن بلکه برحق و حتی سودمند بود، چون برای اثبات ارزش طلا هیچ وسیله‌ای جز محک زدنش نیست. به نظرم اشتباه شوم و منحوس جهان نگری که تاکنون حاکم بوده این است که خواسته حقیقت عینی معتبری باشد و در نهایت دعوی کرده که به پای یقین علمی میرسد. نتایج این اشتباه را عقل بر نمیتابد، مثلا اینکه خدای مهربان یگانه باید دادرس آلمانی ها و فرانسویان و انگلیسیان و ترکان و مشرکان باشد و به فرجام یار و یاور همه علیه همه. اگر تصویری که از جهان می آفرینیم در ما اثری نمی گذاشت، ممکن بود به پنداری که ظاهرن زیبا و آراسته و یا خصلتی مسرت بخش دارد بسنده کرد و خرسند شد. اما شبهی که به خود تلقین می کنیم در ما اثر می کند و در نتیجه با واقعیات بیگانه و عقل باخته و سفیه و عاجز و بی ارزه می شویم، زیرا با تصویری فریبنده از جهان می ستیزیم و در برابر قدرت برتر واقعیت از پای در می آییم. راحت و سلامت روان پیوند مستقیمی با بینش هر کس از امور جهان دارد. شیوه هر کس در مفهوم سازی و تفکر و ساخت و پرداخت صور ذهنی برای وی و راحت و سلامت روانش حائز چنان اهمیت اساسی است که آدمی وسوسه می شود تا بگوید امور بسی کمتر آنچنانند که هستند و بسی بیشتر آنچنان که ما احساس می کنیم. اگر از شی و یا موقعیتی مفهومی ناخوشایند داشته باشیم، نشاطی که ممکن است در قبالش احساس کنیم ضایع می شود و غالبا همین مسئله برای ایجاد مجموعی از مقتضیات که به حال ما چندان مساعد نیستند کفایت می کند. برعکس، اگر بتوانیم بعضی پیش‌داوری ها را وانهیم و بینش قبلی خیش را دگرگون سازیم، همه چیز برای ما تحمل پذیر و حتی ممکن می شود. پاراسلز که در وهله نخست پزشکی داهی بود، خاطر نشان می سازد که کسی که قادر به کاربست هنر نظریه پردازی نباشد، طبیب نیست. منظورش این بود که طبیب باید از بیماری بیمارش بینشی داشته باشد و آن را به بیمار خیش نیز بیاموزاند و همین بینش است که به طبیب امکان درمان کردن و به بیمار امکان درمان شدن می‌دهد و یا دست کم امکان تحمل کردن بیماریش را. و از این رو می گفت هر بیماری آتشی پاک کننده و عامل تطهیر است. پاراسلز با آگاهی و هوشیاری قدرت درمانی را که ممکن است بینش و جهان نگری دارا باشد بازشناخت و به نحو گسترده‌ای به کار بست. داشتن نوعی جهان نگری به معنی پرداخت تصویری از جهان و خود است و دانستن اینکه دنیا چیست و آدمی کیست. اما اگر این سخن را به معنای تحت اللفظی دریابیم مبالغه کرده ایم، چون هیچ کس نمیتواند بداند دنیا چیست، همچنین هیچ کس نمیتواند بداند خود کیست. پس آن سخن به معنای کوم گرانو سالیس است، یعنی بهترین شناخت ممکن. این بهترین شناخت ممکن مقتضی کسب علم و دانایی است و طرد حدسیات بی‌وجه و تأییدات و احکام دلخواهانه و عقاید و آراء تحکم‌آمیز و برعکس مستلزم فرضیات استوار بنیان و نیز هرگز از یاد نباید بود که هر علم و دانایی محدود است و در معرض خطا و اشتباه.
دنیا چهره عوض می کند، زمانه دگر می شود و ما نیز دگر می شویم. ما فقط می توانیم تصویر یا چهره جهان را به صورت تصویری روانی، خیال بندی ذهنی در خود بیابیم و دریابیم و وقتی صورت جهان دگرگون می شود، دانستن این نکته با قطعیت که آیا دنیا تغییر پذیرفته یا ما و یا هر دو همواره آسان نیست. صورت جهان هر لحظه ممکن است تغییر کند، همچنان که تصوری که از خود داریم ممکن است همواره دگرگون گردد. هر کشف نو و هر فکر نو می تواند به جهان چهره نو بخشد. باید بدین نکته توجه داشت، ورنه ناگهان مجبور می شویم در دنیای خالی چون برهوت زندگی کنیم، زیرا در آن صورت خود توفاله غیر قابل مصرف مراحل دانی شعور و وجدان گشته ایم. هر کس سرانجام روزی از غافله باز می ماند، اما لازم است که به سود زندگانی زاینده و جوشان این لحظه حتی امکان به تأخیر افتد و این ممکن نیست مگر آنکه نگذاریم چهره دنیای ما متحجر گردد و ثابت ماند، بلکه برعکس هر معنی نو را بررسی کنیم تا بدانیم چیز نوعی به تصویری که از جهان برای خود می سازیم می افزاید یا نه. هر جهان نگری تمایل غریبی دارد که خود را باز پس این حقیقت در جهان بداند، حالان که فقط نامی است که بر چیزها می نهیم. آیا در علم بر سر این مطلب نزاع می کنیم که نام سیاره نپتون با خصلت آن جسم آسمانی مطابقت دارد و بنابراین آیا نامی است که برای سیاره مزبور مناسب است یا نه؟ ابداً، و از این رو علم مافوق این اختلافات است و سر و کارش فقط با فرضیات است. تنها ذهن بدوی درست بودن نام را باور دارد. در قصه پریوار می توان پرلین پین پین را با نامیدنش به نام حقیقی وی هزار پاره کرد. در نزد مردم بدوی همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.